برای کسی که در رشته باستان شناسی به صورت تحصیل میکنه نیازمند این هستش که به صورت با پیمایش‌های ژئوفیزیکی آشنا باشه. ممکن هیچ وقت خودش انجام دهنده این کار نباشه به عنوان باستان شناس، ولی لازمه که به صورت روش کار رو به خوبی بدونه، روش کار رو به کاملا آشنایی داشته باشه و با چیزی که به صورت متخصص ژئوفیزیکی ارائه میده آشنایی داشته باشه، یعنی با خروجی کار آشنایی داشته باشه، برای که بتونه تصمیم گیری درستی بکنه. نکات رو باید با توانایی روش‌ها با کنفرانسی باش بسه آشنایی کامل رو داشته باشه. حالا تو این روش ها به چیزی که کلمه کنم زد باشه سمیدون کلمه آنومالیه. آنومالی بسه یه محل جایی که با یه جایی دیگه متفاوت در لحاظ این یه ویژگی فیزیکی میگه که اون قسمت بسه آنومالی داره. این آنها شماتیک نشون میده یه اندازه‌گیری به اصطلاح ژئوفیزیکی رو آنها در این مورد مثلا بناتی سنجیه که مثلا در یه امتداد اینجور داره اندازه‌گیری انجام میشه. مثلا این خط صافه، این طرفش هم خط صافه، ولی وقتی به اینجا رسیده یه تغییر ایجاد شده، یعنی اون عددی که روی این دستگاه داره خونده میشه یه تغییر ایجاد شده، این داره به اینجا میرسه یه تغییری داره و دوره همینجور ادامه پیدا میکنه، ممکن جای دیگه هم بشه. این به اینجا وقت میگن که یه آنومالی ایجاد شده. این به صورت یه آنومالی به صورت ژئوفیزیکیه در این مورد گرانتیسیه. این علتش اینه که این توده که اینجا زیر زمین بوده در اون ویژگی فیزیکی با این اطرافش متفاوته. اینجا اون حد زمینه است به صورت بسیار بک‌گراندشه، یعنی که عددا خیلی به هم نزدیکه، ولی اینجا که رسیده عدد یا یه دفعه کم میشه یا یه دفعه زیاد میشه، یه تفاوت به اصطلاح زیادی پیدا میکنه با اطراف خودش. بنابراین با اندازه‌گیری این آنومالی ها میشه یه توده که بسیار با اطرافش متفاوت هستش از نظر یه ویژگی فیزیکی آشکار کرد. موضوع اساسی همونجور که نوشته شده تو همه روش‌های ژئوفیزیکی وجود کنتراسته، یعنی کنتراستی بین این هدفمون با اطرافش باید وجود داشته باشه. حالا این اگه مغناطیس این باید حالا یا کمتر مغناطیس باشه یا بیشتر، اگه الکتریکه این تیکه‌ها باید یا الکتریک و جریان برق رو بهتر رد کنه یا مقاومتش برعکس بیشتر باشه. یا تو روش‌های دیگه همینجور، حتی تمام روش‌ها یه کنتراستی باید بین اون هدفمون با محیط پیرامونش وجود داشته باشه. موضوع اصلی به دست آوردن این کنتراسته. برداشته ژئوفیزیکی هم کلا سه مرحله داره، برداشته داده هستش، پردازش داده و تفسیرش. برداشته داده که در دستگاه مختلف انجام میشه، تخلیه میشه معمولا توی کامپیوتر، پردازش های ویژه میشه انجام میشه. بعد از اون گفتیم این دیدن داخل زمین با واسطه است، اینه که مثل یه عکس نیستش. تصویری که به دست میاد خیلی مواقع احتیاج به تفسیر داره، چون دقیقاً یه شکل مستقیم از داخل زمین نیست، چون احتیاج به تفسیر هست. یه مرحله دیگه از بررسی های ژئوفیزیکی تفسیر هست. این علت اینکه در سالهای اخیر میشتر اون خیلی این کاربرد ژئوفیزیک و باستان شناسی رو، این دو علت عمده داره که سالهای اخیر خیلی نتایج خوب میشه از این به دست آورد. علتش یکیش در ارتباط با پیشرفت دستگاه الکترونیکیه، چون دستگاه جدیدتر، دستگاه تا سال‌های اخیر ساخته شده توانایی های بهتری داره. این توانایی ها میتونه در خدمت ژئوفیزیک باستان شناسی قرار بگیره. این سرعت مثلا سرعت برداشت داده ها و دقتش اون آنومالی های ظریف رو بتونه پرداخت کنه. یکی دیگه هم مسئله پیشرفت رسیده توی مسئله پیشرفت در دانش کامپیوتر بوده، هم نرم افزاری هم سخت افزاری، که باعث شده باز این بشه داده های حجم زیادی از داده ها رو به نحو بهتری به سر مورد پردازش قرار داد و همون اطلاعات مربوط به پدیده های باستانی رو از اونا به دست آورد. در مثلا بناتی سنجی مثلا تا در سالهای گذشته مثلا با این بناتی سنجی پروتون که اندازه‌گیری میشد تو معدن هنوزم استفاده میشه برای کار اکتشاف معادن. این مثلا توی نقطه که وای میسیم برای اندازه‌گیری مثلا یه نقطه بوده 10 ثانیه زمان لازم، مثلا یه نقطه باید برسیم 10 ثانیه اندازه‌گیری کنیم بعد بریم نقطه بعدی و نقطه بعدی. ولی در تو دستگاهی که بودن از سال مثلا 2000 به این ور ایجاد شده تو باستان شناسی استفاده میشه، تو هر یه ثانیه بوده 20 قرارت داره، تو هر یه ثانیه 20 نقطه رو میتونه مثلا بخونه، 20 نقطه رو اندازه‌گیری کنه. اون یه نقطه‌اش 10 ثانیه، این تو یه ثانیه 20 نقطه.
اینکه این تغییری که تو این دستگاه‌ها ایجاد شده که باعث شده که مثلا ژئوفیزیک تو باستان شناسی بتونه تو سال‌های اخیر مثلا کاربرد خوبی داشته باشه. روش ژئوفیزیک همش گفتیم یه مثلا ابزار کارآمدیه برای باستان شناسا، برای مطالعه معلومات باستانی که باعث هدفمند شدن افرادی میشه. الان رو مثالی که خواهیم دید مثلا برای محوطه‌های وسیع با وجودی که ممکنه مخارج اولیه داشته باشه، ولی در کل باعث صرفه‌جویی تو هزینه کاوش میشه، در هم در زمان هم در هزینه‌اش صرفه‌جویی میشه. بنابراین کاربرد خیلی گسترده تو باستان شناسی نجات بخشی داره که زمان به اصطلاح خیلی مهم هستش. با اجرای این روش‌ها میشه به اصطلاح ساختارهای معماری مدفون آشکار کرد، معماری که داخل به اصطلاح ثبات هستش و پدیده‌های دیگه باستانی مثل پیتا، چادرهای باستانی یا خندقا که اینا میتونن آنومالی ایجاد کنن به خاطر اینکه با اون خاک بغلش متفاوت هستن. بعد شناسایی کوره‌های پخت سفال و ذوب فلز که هدف‌های خیلی خوبی هم هستن اتفاقا. بعد بررسی گورها که مسئله میشه گفت سختیه، شناسایی گورها یه مقدار مشکله، یعنی شرایط ویژه خودشو داره. گورها، آرامگاه‌ها، محل گور خمره‌ها و خمره‌های ذخیره‌سازی البته به خاطر این خاصیت مغناطیسی سفاله، ولی سفال در ابعاد بزرگ در اندازه‌های بزرگ در حد همون خمره‌های ذخیره‌سازی و به اصطلاح گور خمره‌ها. و به طور کلی تعیین حریم و گستره‌های محوطه باستانی برای تعیین حریم محوطه‌ها میتونه خیلی مفید باشه. خیلی سریع هم گفتم در روز نزدیک وقتی نیم هکتار یک هکتار میشه پیمایش بشه خیلی سریع میشه به اصطلاح مشخص کرد در اون نقطه‌هایی که رو آنومالی‌های همونجوری که دیدیم آنومالی‌های مثلا ژئوفیزیکی به دست میاد روی اونها به اصطلاح حفاری انجام بشه، نه اینکه حفاری کور انجام بشه. از اول روش روتین دیگه که رو زمین انجام میشه مثلا لرزه‌نگاری، گرانی‌سنجی، مغناطیسی، الکتریکی، الکترومغناطیسی، رادار زمینی و دماسنجی. اینا همه تو باستان شناسی مورد تجربه قرار گرفته طی دهه‌های گذشته. توی دهه‌های گذشته مورد تجربه قرار گرفته. همه اینا رو هم به صورت بررسی خواهیم کرد، برای اینکه همونجور گفتم مثلا یه باستان شناس باید دید کلی نسبت به همه روش‌ها داشته باشه. ولی روشی که به صورت ژئوفیزیک باستان شناسی استفاده میشه همینجور که اینجا ذکر شده مغناطیسی‌سنجیه در درجه اول که یه چیزی حدود 70% 80% پیمایش ها هم روش مغناطیسی با روش مغناطیسی‌سنجی انجام میشه. چون خوشبختانه اکثر روش های اکثر پدیده‌های باستانی کنتراست خوبی، کنتراست مغناطیسی خوبی نسبت به پیرامونشون اطرافشون دارن. برای این روش با توجه سرعت بالایی هم که داره و اکثر پدیده هم بهش جواب میدن، اکثر پدیده‌های مدفون باستانی روش اولیه با حدود میگم 70-80% موارد کاربرد. بعد از اون بسیار رادار زمینی، روش الکتریکی و الکترومغناطیسی. در بعضی منابع حتی الکترومغناطیسی هم ذکر نمی‌کنن، روش‌های ژئوفیزیک تو باستان شناسی فقط ستای اول رو ذکر می‌کنن، چون این آخری بازم در موارد خاصی استفاده میشه. ولی این نیست که روش‌های دیگه استفاده نشده، شده امروز هم استفاده میشه ولی باز در موارد خیلی خاص، مثلا در صد مورد شاید یه مورد احتیاج داشته باشه که مثلا از مثلا گرانی‌سنجی یا از مثلا لرزه‌نگاری بخواد استفاده بشه. این روش هم خوردن به دو دسته تقسیم میشه، یعنی روش فعال و غیر فعال، اکتیو و پاسیو. چون بعضی وقتا یه اشتباهی دیده میشه مثلا صحبت مغناطیسی‌سنجی میشه، باز مثلا من میشنم که میگن خب مثلا این امواجی که فرستاده میشه خب مثلا چه جوری فلان منعکس میشه، در حالی که مثلا تو مغناطیسی‌سنجی هیچ موجی فرستاده نمیشه. تو مغناطیسی‌سنجی فقط یه میدونی که وجود داره، میدون طبیعی که وجود داره اندازه‌گیری میشه. این دستگاه مغناطیسی‌سنج فرستاده و گیرنده نیست، فقط گیرنده است. حالا ما روش‌ها رو بخوایم باشه آشنایی داشته باشیم، همونجوری گفتیم کاربرد مغناطیسی‌سنجی و رادار و رادار زمینی و الکتریک و تا حدی الکترومغناطیس در باستان شناسی است، ولی اینا رو باید یه باستان شناس هم باهاش آشنایی داشته باشه، چون نمایش هم بوده که مثلا سایسمیک انجام شده توی محوطه‌ای که مثلا جواب نمیشونی ازش گرفت. به هر حال بعد باستان شناس آگاهی داشته باشه نسبت به روش‌های ژئوفیزیکی.